مردمان اروپا با احترام به انتخاب هر کس که در کمپ اشرف زندگی می کند درباره آینده خود معتقد است کسانی که در قرارگاه اشرف زندگی می کنند و دیگر ایرانیانی که اکنون در عراق سکونت دارند و ایران را به دلایل سیاسی ترک کردند در صورت بازگشت غیر داوطلبانه به ایران با ریسک جدی نقض حقوق بشر روبرو هستند. پارلمان اروپا تأکید می کند که هیچ شخصی نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وضعیتی برگردانده شود که می تواند در معرض تهدید شکنجه قرار گیرد و یا با نقض سایر حقوق مواجه گردد. سه، پارلمان اروپا از دولت عراق می خواهد که به محاصره قرارگاه خاتمه دهد و موقعیت قانونی ساکنان قرارگاه اشرف را که افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون های ژنو می باشند محترم شمارد و از هر گونه اقدامی که زندگی یا امنیت آنها را به خطر می اندازد خودداری نماید. به طور مشخص دسترسی کامل به غذا، آب، رسیدگی ها و امکانات پزشکی، سوخت، اعضای خانواده و سازمان های بشر دوستانه بین المللی بایستی تضمین شود. چهار، پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا و کشورهای عضو می خواهد که همراه با دولت‌های عراق و آمریکا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ در جهت یافتن استاتو و موقعیت قانونی دراز مدت که برای قرارگاه اشرف و ساکنان آن رضایت بخش باشد تلاش کنند.